خب جادی هم و داریم ادامه میدیم بحث شیرین لاگ رو لینوکس جوری لاگ میکنه ما مفاهیم کلی رو دیدیم بعدش هم آرسیس لاگ رو دیدیم الان مکانیزم جدیدتر ژورنال دی یا در واقع اسم کاملش هست سیستم دی ژورنال دی رو میبینیم ژورنال مثل خاطرات روزمره نوشتن انگار هر روز دارین خاطراتتون رو مینویسین ژورنال زندگیتونه سیستم دی هم که همه جا رو داره میگیره دیدین توی اینیت وجود داشت سرویس ها رو کنترل میکرد بعدا دیدین توی کرون تایمر هاش اومده کرون رو کنار زده توی لاگ هم اومده با جورنال دیش به جنگ آرسیس لاگ قدیمی قشنگ ما مشکل ما با سیستم دی همینه که اولا خیلی بزرگ همه جا رو داره یه برنامه میگیره اگر یه مشکلی براش پیش بیاد همه چیز به هم میخوره از اون طرف هم مفاهیم سنتی یونیکس که ابزارهای کوچیکن که کارایی میکنن رو از بین میبره لاگاش هم فایل تکست نیست شما نمیتونین با لس گرپ و این جور چیزا اسکریپت های خودتون رو لاگاش بنویسین حتما بعد از دستور خودش ژورنال CTL استفاده کنیم برای دیدن لاگ های ژورنال ولی در نهایت ما یادش میگیریم برای اینکه ما باید همه چی رو بلد باشیم مثل یک قهرمان کلاسیک اولا میبینین که سیستم دی status سیستم دی جورنال دی چکار کردم سیستم سی سیستم دی چیه تمرکزم از دست دادم سیستم دی جورنال دی می بینیم میبینیم که این سرویس در حال ران شدنه روی ماشین ما آرسیس لاک هم داشتیم و اتفاقا اینا با هم تا یه حدودی سینک میشن یا میتونن تنظیم بشن که سینک بشن الان آرسیس لایک برای جورنال دی میفرسته ولی برعکس نه این میخواد دنیا رو بخوره اکتیو داره کار میکنه های خودش هم اینجاست این با حاله که خودش هم لاگ داره من این ویدیو رو یه بار ضبط کردم ازش راضی نبودم دوباره ضبط میکنم همین دیگه داره کار میکنه دستوری هم که براش داریم ژورنال سی که کل لاگ هایی که به جورنال دی رسیده رو نشون میده از بالا به پایین شبیه لس کار میکنه ولی خودش این کارو میکنه از قدیمی ترین ها میبینین که از یه تاریخ قدیمی که سیستم بود شده دیتا رو داره تا همین دکمه پایین نگه دارین صفحه صفحه میرین پایین پیج دانو نگه دارین صفحه صفحه میرین پایین خیلی کار سختی رسیدن با آخرش علامت بزرگتر رو اگر بزنین میرین تهش کوچیکتر رو هم بزنین میرین اولش با شیفت جی هم میتونیم برین مدل لس کار میکنه الان من شیفت جی زدم الان علامت کوچیکتر زدم اومدم اولش حالا هرچی هست این ولی رو زدم رفتم اون بد خلاصه بزرگتر رو زدم رفتم آخرش میبینید که یه سری ورایی که رفتیم که بوده هیچی لاگایی که از سیسلاک هم فرستادیم توش هستش ببینین خلاصه همه جور کاری باهاش میشه کرد اما خیلی داره به شما دیتا نشون میده ما اینجا یاد میگیریم چیزایی که میخوایم رو ببینیم من میتونم بهش بگم که اولا بذارین یه نگاهی به تنظیماتش بندازیم less etc سیستم journalconf ببینین تنظیمات خیلی سرراستی داره یه سری تنظیم اینجا داره که همشون کامنتن درنش همشون دارن تو مود دیفالتشون کار میکنن مثلا میگه تی تی وای من چی اگر قرار شد لاگی رو مستقیما روی ترمینال یوزرها بنویسی باید چی کار کنی یا فوروارد به سی سلاگ. به آر سی سلاگ هم برده. هر چی گرفتی رو فوروارد کن به اونم دیفالتش یه الان پس هم این به اون میفرسته هم اون به این اولش بی خودی بهش گیر دادم و تنظیمات متنوع که حالا بعضیاش رو بیشتر خواهیم دید. دیدیم که وقتی میزنیم جورنال سی تی ال یه حجم خیلی زیادی دیتا بهمون نشون میده قدیمی ترا رو میاره بالا و همون بالا هم وای میسته یه کلمه سویچ هست که این رفتار رو عوض کنیم مثلا داش آر ریورسش میکنه جدید ترا رو میاره بالا که حالا بهتر ببینین البته خیلی ما اینو دوست ندارن به جاش داش ای میزنن که بره به اندش با ترتیب مرسوم نشون بده ولی بره تهش اون بالا نباشه شما مجبور برین تهش تازه لاگ جدید ها رو اینجا ببینید خودش میره آخرش یه کلمه سویچ داره دیگه داش آر ریورس نشون میده جدید ترا بالان داش ای میرفت آخرش وای میستاد اولش وای نمیستاد داش اف مثل تیل داش اف یعنی شما میتونیم بزنیم که با کیو میام بیرون میتونم بزنم جورنال سی داش اف چند خط تا آخر رو نشون میده منتظر میمونه اگه لاگ جدیدی اومد به من نشونش میده درنچ اگه میخوام یه چیزی زیر نظر بگیرم این روش مرسوم داش میگه تعداد خاصی خط رو نشون بده من از جورنال سی تی ده ده تای آخر رو به من نشون بده ده تا خط آخر لاگ رو به من نشون بده داش کی های کرنل رو به من نشون بده الان بلدین شبیه دی مسیج دستور تو قسمت اول دیده بودیم داش بی بوت رو نشون بده که خیلی باحال جز باحالی های جورنال دیه جورنال سی میتونیم بزنیم لیست بوت همه بوتایی که این کامپیوتر داشته و لاگش رو من دارم رو به من نشون بده میگه شما کامپیوترتون الان بوت صفر رو دیگه همینی که الان هستید بوت قبلی بوت منفی یک بوده بوت منفی 6 تو این تاریخ پنجشنبه کامپیوتر رو بوت کردین در این ساعت در این تاریخ و این ساعت و فلان چیز آخرین اتفاقی که در دارم تو این زمانه ساعت 8 و 19 دقیقه بوتش کردین من 9 و 38 دقیقه آخرین دیتایی که ازش دارم من میتونم بهش بگم که پیو میزنم میام بیرون جورنال سی بوت منفی 6 رو میخوام فقط میگه اوکی کامپیوتر در این ساعت بوت شد و بعد من همون اومدم جلو این لاگا رو ثبت کردم دارم پیج داون میزدم الان بلد این بزرگتر میزنم میرم تهش در نهایت هم در ساعت و سی و هشت از این بوت شاتدان شروع شد و کامپیوتر شاتدان شد کل لاگ اون بوت خاص رو داشت این سیستم دی خیلی خیلی کمک کننده و مهمه برای خیلیا وقتی یه مشکلی پیش میاد میتونن دقیقا تیکه هایی که میخوان رو جدا کنن این کار به شکل کلی تو لایک های تکستی ما سخت تر بوده بازم ما میتونستیم راحت با گرپ و اینجور چیزا سر همش کنیم اینجا سر راست داش پی از یه پریوریتی خاص مثلا فقط ارورا رو به من نشون بده داش پی فکر کنم کار نمیکنه جورنال چرا کار میکنه آره میگم پریوریتی فقط اینفو رو به من نشون بده فکر کنم کدیش رو بفرستیم و داش هم که یونیت خاص رو به من نشون بده مثلا من میگم که جورنال سی تی ال یونیت کرون رو به من نشون بده یونیت بذار یه چیز رو نهایم. چی خوبه سیستم سی تی ال ستاتوس. مثلا سیستم اس اس اچ من میگم جورنال سی تی ال یونیت SSH رو من فقط میخوام فقط چیزایی که یونیت SSH براش فرستاده رو بهش نشون میده این خیلی کمک میکنه که اون اشکالی که میخواین رو توی اینجا پیدا کنین لای کلمه لاگ گم نشین و اینکه تو چند تا فایل باشه درد سر نشین میبینی که سویچ های سینس و آنتیل هم داره مثلا من میتونم بگم که جورنال سی تیل، یونیت SSH رو میخوام از دیروز تا حالا از دیروز تا حالا هر شده به من نشون بده نمیخوام همه چی رو به هم نشون بده میگه از دیروز تا حالا توی این یونیت اینا بوده یا این که میتونم بگم آنتیل تا میتونم بگم 10 minutes ago تا ده دقیقه قبل از دیروز تا ده دقیقه قبل چه اتفاقی افتاده این خیلی به شما کمک میکنه وقتی میخواین کرش دیشب فلان یونیت رو چک کنین ببینین چی شده یا حتی میتونین مستقیما بگین فلان برنامه اینجا آوردم جورنال سی تی یوزر بین ایکس آر پی هر لاگی فرستاد برات به من نشون بده یا اینکه مثلا میگین که من جورنال سی تی میخوام میتونین ساعتم بهش بگین یعنی مثلا بگم که از ده صبح ببخشید یه چیزی باید بهش میگفتم لاقل از زمان این آنتیل یازده صبح حواستون باشه این زمان ها ممکن اصلا وجود نداشته باشن و هیچ لاگین نباشه ساعت این کامپیوتر درست نیست الان فکر کنم ساعت 9 دقیقه صبحه من میتونم بهش بگم از 9 دقیقه صبح به من بده تا این ساعت اون تیکه که تو این ساعت لاگ شده رو فقط به من نشون میده این خیلی 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 خیلی, خیلی کاراست و زمان‌های با مزه هم میتونیم بهش بدین یعنی میتونیم بگین 10 minutes ago یا بگین منفی 2 minutes since منفی 2 minutes یعنی در واقع از دو دقیقه قبل من مشکل همیشگی طول این رو عوض کنم که همیشه فلش میشه که نمیم چیکار میکنم فلش میشه درستش کردم و اینطوری ها هرچی میخواستیم رو دیدین yesterday, today, tomorrow, now tomorrow هم اینجا به چه درده میخوره ولی همه اینها هم توش کار میکنن دیگه یا میتونیم بگیم که یه پروسه خاص رو به شما بده مثلا این اکزیکیوتیبل رو فقط به شما بده یا این که بگین جورنال سی ال میخوام پریوریتیه بعد یه عدد بهش بدین من جورنال سی تی ال. پریوریتی رو بذارین سرچ کنم پریوریتی اینجا میگه پریوریتی. تون فقط اگر مچ شد با یه چیز خاصی اینجوریه پریوریتی ها اینجوری جوریان. صفر برای امرجنسی هفت برای دیباک در مثلا من اگه اینفو رو میخوام میتونم بگم پریوریتی 6 رو به من بده میتونم بزنم داش پی اینفو یا بزنم پریوریتی مساوی یه چیزی ژورنال سی تی پریوریتی مساوی 6 فقط چیزایی که تو لول اینفو اتفاق افتادن رو به من میگه من چیکار دارم میکنم رو بهم میده و میبینین که خیلی باحاله بلدش باشین خیلی کار است یه سیستم دی کت هم داریم که کت میکنه کت فایل نشون میداد دیگه میفرسته یه چیزی رو توی جورنالینگ توی آرسیس لاگ دیدین این دستور لاگر بود اما اینجا باید بهش پایپ کنین یعنی مثلا من بزنم اکو this is my new log این رو پایپ کنیم به سیستم دی حالا اگه بزنم جورنال سی داش 5 پنج خط آخر به من بده می‌بینین که لاگ من رو هم داده گفته کت برای من این رو فرستاده میتونید خروجی دستور هم اینجا بزنیم دیگه یعنی همون یو که داشتیم مثلا یو A داش ای رو بگیم به سیستم لاگ فلان بفرست می بینیم که خروجی اون رو داش ای زدم که زیاد باشه و اطلاعات زیادی بفرستم میتونیم براش لول و این جور هم تعریف کنیم دیگه یعنی میتونیم میتونیم بزنیم که اکو کن this is not an info بفرستش به ژورنال س... ببخشید سیستم دی کات اینجا بگیم من با چه پریوریتی میخوام بفرستم مثلا میگم با پریوریتی اینفو دارم این رو برات میفرستم و اینجا دوباره دارینش با پریوریتی اینفو حالا اگر اینفو رو جدا کنیم میبینیمش و بقیه قصه ها پس میتونیم تو اسکریپت هامون براش بفرستیم همچنین میشه مستقیما فکر میکنم سیستم دی کات یه کامند بهش داده اشتباه نکنم سیستم دی چط... کات اس بعدی بود ولی ببینیم چی میشه آره دیگه همه اینا هر خط شده یه دونه در اصل آه... لاک چند خط رو هر خط شده یه دونه لاک توی اونجا خیلی زشتش کردم ولی اشکال نداره پس دیدیم برابر لاگر سیستم دیکت رو داریم و میریم سراغ یه سری تنظیماتش شما توی آرسیس لاک با لاگ روتیت تنظیم میکردیم دیگه که حجم همه یه دیسکو نخوره اینجا فایلاش فایلای باینری و خودش باشون کار میکنه نشو خودش هم باید بتونه منیجشون کنه کانفیگوریشن رو بیارم cd دی و سی دی سیستم دی سی به اینجا Cat. اینجا یه سری کانفیگوریشن داریم که اینها رو مشخص میکنه دونه دونه رو بهتون نشون میدم اونهایی که برای ما لازمه شامل اینها و اینها اما اول یه توضیح بدم ژورنال دی یه قابلیتی داره که میتونه توی مموری هم لاگاشو نگه اگر شما یه سیستمی دارین که اصلا امبدد سیستم و سیستم دی استفاده میکنه به دلیلی شما میتونین بگیم من میخوام لاگام یه حجم محدودی تو حافظه نگهداری نمیخوام چیزی رو بنویسی رو دیسک اصلا سیستمی که دیسک نداره مثلا. کاری که سیستم دی میکنه وقتی که سیستم دی منظورم جورنال دی دیگه اون بخش ژورنالینگش میکنه اینه که وقتی میاد بالا نگاه میکنه آیا فایل لاگ ژورنال وجود داره یا نه اگر این دایرکتوری وجود داره یعنی شما میخواین رو دیسک بنویسه یه دایرکتوری اینجا درست میکنه برای این ماشین خاص که توش یه چیزی به اسم ماشین آیدی رو استفاده میکنه یعنی ماشین آیدی رو اینجا استفاده میکنه که یونیک بشه لاگای ماشین ها با هم قاطی نشه چون ممکنه همین اینستنس ژورنال دی که بالاست از چند تا کامپیوتر دیگه هم بگیره برای هر کدومشون بر اساس ماشین آیدیشون یه دایرکتوری میسازه و اینجا های خودش رو مینویسه داشتم می گفتم که سیستم دیگه میاد بالا اگر این دایرکتوری رو ببینه ور لاگ جورنال توش ماشین رو میسازه و های خودش رو مینویسه اگر این دایرکتوری رو نبینه تو مموری نگر میداره کل لاگ ها رو این حالت عادیشه که میاد بالا پس اگر این دایرکتوری وجود داشت لاگ ها رو واقعا رو دیسک مینویسه و میمونه اگه این دایرکتوری وجود نداشت لاگ ها رو تو مموری نگه میداره وقتی ریبوتش کنین از بین میره اون ماشین آیدی هم که گفتم اینجاست cat etc machine هر سیستم لینوکسی یه ماشین آیدی داره که یه شماره یونیک این ماشین است هاست نیم ممکن تکراری بشه ولی این تکراری نمیشه حداقل غیر آمدانه اوکی حالا اون فایلی که می نویسن رو چه جوری کنترل میکنه بذارین دوباره نگاه کنیم به فایل کانفیگوریشنش اولا که اینجا میتونین تنظیم کنین یعنی من میگم استوریج هم اوتوه اون کاری که گفتمه این دایرکتوری رو نگاه کن اگر وجود داشت ماشین دی رو درست کن اگر بود و بعد لاگات رو اینجا بنویس اگر این دایرکتوری وجود نداشت تو مموری دار این کاری که استوریج اوتو میکنه اگه من اینجا تو استوریج مینوشتم ولاتایل یعنی از بین رونده ناپایدار یا چنین چیزی یعنی اینکه تو مموری نگهدار تو مموری بنویس کامپیوترم که ریبوت شد همشون از بین میرن برام مهم نیست اگه نوشته بودم پرسیستنت یعنی پایدار یعنی من حتما میخوام پایدار باشه اگر این دایرکتوری نبود بسازش ماشین آی رام توش بساز لاگات رو بنویس پس اوتو اون چیزی که اول گفتمه بر اساس بودن یا نبودن اینه ولاتایل یعنی که نمیخوام این تو بنویسم تو مموریه پرسیستنت uh, یعنی اینکه اگر این نبودم بسازش یه دونم نان داریم که اصلا من نمیخوام لاگ نگه دارم همه لاگا رو بریز دور که خیلی مرسوم نیست معمولا حداقل یه خورده از لاگا رو نگه میداریم این مکانیزم مرسومشه که چیکار بکنه اگر لاگا رو دیسک مینوشت این کانفیگوریشن های سیستم کار میکنه سیستم مکس یوز میتونیم بگیم که سیستم مکس یوز من صد مگه یه گیگه یه تراس یا حالا هر چیه و ماکسیموم دیسکی که استفاده میکنه 100 مک خواهد بود یکی که خواهد بود یا یک ترا خواهد دیفالت این ده درصده نگاه میکنه دیسکتون چقدر داره ده درصدش رو برای خودش ورمیده. میداره می تنظیم سیستم کیپ فری هم بذارین که خیلی باحاله شما میگین من روی این کامپیوترم حتما میخوام ده گیگ فضا خالی باشه اگر کمتر از ده گیگ خالی بود دیگه لاگ ذخیره نمیکنه خودش در اصل حساب میکنه که شما چقدر فضای خالی لازم دارید بقیه شما من استفاده میکنم پس سیستم مکس یوز به شما میگه تا اینقدر دیسک بگیر سیستم کیپ فری میگه اینقدرش رو خالی نگه دار سیستم مکس دیفالت کیپ فری 15 درصد دیسکه مکس یوز 10 درصده سیستم مکس فایل سایز به شما میگه که هر فایلتون از انقدر بیشتر نباشه حجمش اون فایلایی که می سازه. حالت عادیش یک هشتم مکس یوزه و در نهایت هم سیستم مکس فایلز میگه صد تا فایل لاگ بیشتر نگه ندار اینا همشون با سیستم شروع میشدن در حالتی بودن که پرسیست باشین رو دیسک بنویسین همینا رو برای ران تایم هم دارین ران تایم اگه تو مموری بود ران تایم مکس یوز انقدر از مموری رو استفاده کن حد اکثر اینقدر شاید حتما مموری رو بذار خالی باشه تو استفاده نکن اگه از اون خا... کمتر خالی بود ران تایم مکس فایل سایز تو مموری چقدر هر فایلت باشه در واقعی که تو ذهنت نگه میداری و چند تا فایل تو مموری حد اکثر درست کن یه نگاه هم بود دایتوریه بندازیم بد نیست لاگ جورنال اینجا میبینیم که به اسم ماشین آیدی من یه دونه دایرکتوری درست کرده و توش یه سری فایل هست لاگای سیستم الان اینجاست لاگ یوزر هزارم هم اینجاست یوزر هزار منم دیگه آیدی جادی رو اگر ببینین آیدیش هزاره برای هر یوزر هم یه دونه جدا درست کرده و ژورنالشون رو نگه داشته این قدیمیاشه این حالا حاضرشه و بقیه چیزهایی که خودش با اون مدل خودش هندل میکنه دیدین همه چیز رو باید با خودش هندل کنید حتی اگر بخواید پاک کنین اینا رو شما نمی‌تونین برین الکی اینو پاک کنین باید جور برقی بگیرین دستتون واقعا و پاک کنین این جوریه ژورنال سیتیل وکیوم تایم وکیوم وکیوم کردن کشیدن شما بهش میگین وکیوم تایم من مساوی یستردی هر چیزی که از یستردی قدیمی تره رو براتون پاک میکنه یا میزنین تری ماونتس یا میزنین وان یره فقط حواستون باشه ام همیشه یه کمی خاطی میشه ام به معنی دقیقه است ام کوچیک اگه میخواین بنویسین ما حتما باید بنویسین مانت بقیهشون قابل تبدیلن میتونین بنویسین دی یعنی روز دی هم یعنی روز و بقیه چیزا فقط ام که یه خورده قاطیه یا ویکس یا چی. ویکس آره دیگه ویکس پس میتونیم وکیوم تایم بدیم قدیمی تر از این رو پاک کنه وکیوم سایز بدیم بگین سایزت رو بکن ماکسیموم 100 مک ببخشید 100 مک و سایزش رو حتی میکنه 100 مک قدیمی تر رو اینقدر پاک میکنه تا برسه به 100 مک یا ماک وکیوم فایل که میگین فایل اضافی دیگه نداشته باش من ماکسیموم میخوام 20 تا فایل نگه دارم تو خودم دیفالتش 100 این مدلیه که میتونین تمیز کنین با خود جورنال سی و در نهایت یه چیزی که خیلی مفیده و به نظرم خوبه که اینجا گذاشتن با اینکه یک کمی عجیبه امکان چک کردن لاگ ها از سیستمیه که کرش کرده چون در حالت عادی شما یه کامپیوتر دارین روش لینوکس بقیه چیزا ران میشه یه هاردم داره که هارد توش سری لاگ هست این سیستم کرش میکنه به هر دلیل شما میتونید این فایلر رو این هارد رو وردارین ببندین کنار یه کامپیوتر دیگه ماونتش کنین توی درایوی برین دا... ببینین که لاگاتون چی بوده دیگه یا میتونین یه CD دی لایو بذارین اینو بوت کنین این فایل رو بررسی کنین ولی سیستم دی فایلاش تکست نیست نمیتونین راحت بررسیش کنین به همین خاطر یه سویچ کوچولو داره به اسم داش دی بزرگ دایرکتوری یا داش داش دایرکتوری که بهش میگین که جورنال سیتی بیاد بالا ولی به جای اینکه خودش بره توی ور لاگ جورنال سیتی ال ماشین آی فایل رو بخونه شما بهش میگین از این دایرکتوری بخون پس اگه یه کامپیوتری دارین که یه دایرکتوری ژورنال سی تی ال داشته حواستون باشه ماشین آیدیش ماشین این کامپیوتر خاص بوده این سیستم عامل خاص بوده اصطلاح بهتریه و این کراش میکنه دیگه نمیاد بالا شما چه با سیستم لایو بیارینش بالا چه این هارد رو ببندین به یه کامپیوتر دیگه و بیارینش بالا در نهایت میتونین این درایوی که ور لاگ توش بوده رو مانت کنیم دیگه فایلاشو میتونیم ببینیم منطقه اگه برین توش توی ور لاگ جورنال اسلش ماشین آیدی قدیمیتون که باید به دستش بیارین و خب معمولا ایداره تو اینجا بیشتر نیست اگه کار عجیبی نمیکنین توی اون یه سری هست در نشه تو هر سیستمی که جورنال سی تیل داره کافیه بگین جورنال سی این رو هر جایی ماونت کردین مثلا اگر توی ماونت امنتی ماونتش کردین میگین جورنال سی تیل دی این آدرس و میره این فایل رو برای شما میخونه سویچ های دیگه هم داره مثلا دشتش مرچ میگه من نمیخوام ببینمش اونا رو که توی دشت دی بهت دادم یه سری فایل جورنال سی تی ال هست بیا اونا رو کن تو جورنال سی تی ال اصلی خودم یا میتونیم بگین دشت دشت فایل و بگین فقط این یه دونه فایل رو بخون شما میدونین که جادی خرابکاری کرده در نتیجه بهش میگین که جادی هزار جورنال رو بخون ببینم توش چیه فقط های جادی رو میخوام ببینم الان اینو میتونستیم با جدا کردن یوزر هم ببینین ولی این اینه که اگه یه فایل ریکاور کردین اووردین یه جایی بگین این فایل رو بخون و یه مدلی هم داره داش داش روت که لازم نیست خود دایتوری بدین کل اون دایتوری رو میگرده ببینه فایلایی که باش کار میکنین چیه من باش کار نکردم ولی امیدوارم همین باشه اینم هم کلیت ژورنال سی تی ال بود دیدین که خیلی قابلیت های زیادی داره خیلی خوب لاگا رو برای شما جدا میکنه و داره پیش میره دیگه همه شما باید بلد باشیم و میتونین همکارتون رو سورپرایز کنین من بارها و بارها با اینکه همین که از ژورنال سی تی ال میدونستم خیلی بیشتر از چیزایی که خیلی میدونن از جمله خود داش اف خیلی ها براشون گیج کننده از کار کردن با ژورنال سیتی در شما الان بلدینش برین همکاراتون رو ایمپرس کنید و کار خوب